اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. آزاد مرد میهن من، مردی که نفس را ملی کرد، خاموش شد و در مرگش پروانه های عاشق بر بام شهر معنای عشق را تصویر می کنه. از کوچه های خاطره می آمد با یک بغل سرود، از مادری که نجم دولت و ایمان بود. پیمانه رهایی را بالا برد و رو به سوی قبله ایران آواز داد. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. نام بلیغ و والایش آنگاه ثبت شد در دفتر همیشه تاریخ. از شرق تا به غرب نامش به روشنایی خورشید بیشمار جاوید و پایدار. علیرضا نوری‌زاده، جمعه 5 فوریه، 15 اسفند ماه، به شما سلام و درودی به روان زندیات دکتر محمد مصدق که ما پیر احمد آبادیش خوانیم. نامش جاودانه باد، انسان آزاده‌ای که نفت را ملی کرد و هنوز که هنوزه این روز تاریخی ثبت، برای اینکه به معنویت و روح این روز عبدالناصر کانال سوئز رو ملی کرد، سوکارنو تأسیساتش رو ملی کرد، در قناه نکرومه به یاد او از آفریقای متحد دم زد و همه جا و همه جا یاد او بود و نام او ماندگار. خب من امروز یه مهمون عزیزی دارم که مدت چند هفته غیبت داشت این عزیز، و خب شما میدونید میزان علاقه من به ایشون و اعتبارش نزد من. درود میفرستم به آقای مهندس حسن شریعت مداری که دبیر کل گذار هست به دموکراسی و آزادی. من هم سلام دارم جناب دکتر نوری‌زاده، خدمت شما و خدمت همه هموطنان عزیز. مرحوم پدر شما، یه روزی در خدمتش بودم، یه گفتگوی کوتاهی کردیم که بعد در نوار بهار سرخ من جای گرفت و ایشون گفت که دکتر مصدق یه نامه‌ای به من داد، خیلی نامه مهمی بود و عزیز، ولی اومدن و بردنش، غارت کردن و بردن و بسیار با حرمت از او یاد میکرد. گمان میکنم شما هم تو جریان این مهر پدر به او بودید. بله، مرحوم پدر من با آقای دکتر مصدق روابط بسیار خوبی داشت و با سران جبهه ملی همیشه تماس داشت. آقای دکتر مصدق فقط نفت را ملی نکرد، در حقیقت شروع کننده دورانی بود که پس از اون نفتی که به یغما برده می شد متعلق شد به کشورهایی که نفت از آن اونها بود و در ایران ما بعد از او هم سلسله پهلوی و هم جمهوری اسلامی به مدد همین نفت است که در حقیقت توانستند اصولاً حکومت بکنند. البته از این سفره نفت چیز زیادی عاید ملت بعد از جمهوری اسلامی نشد، ولی الحق در دوره محمد رضا شاه پهلوی از لحاظ رونق اقتصادی مملکت کم نداشت. اون چه که کم بود آزادی های سیاسی بود، حتی آزادی‌های اجتماعی هم
به وفور یافت میشن. آقای مهندس، اتفاقی که همین 24 ساعته افتاد، یه بار دیگه باز اروپایی ها، امریکا و آژانس به جمهوری اسلامی باج دادن، یعنی قرار بود یه جلسه داشته باشن محکومش کنن به خاطر تخطیش از تعهداتش، ولی دوباره اینو شما چجوری میبینین؟ دوباره تا آپریل جمهوری اسلامی وقت داره و اگه اینا دنبال بمب اتمی باشن، خب این زمانیست در اختیارشون میگذاره. نظر شما چیه؟ بله، من فکر میکنم که یک موافقت غیر اصولی شد با جمهوری اسلامی و این به تأخیر انداختن در حقیقت یک نوعی تمدید و دادن مهلت به جمهوری اسلامی بود که هنوز معلوم نیست اونطوری که ادعا کردن روحانی گفته در عرض این مدت سانتریفیوژها کار نکنه واقعا کار نمیکنه، یا مخفیانه کار میکنه، یا اصولا این کار نشده و فقط از قول روحانی نقل کرده. بنابراین بله، من هم با شما موافقم که به خصوص اروپایی ها در این مورد خیلی بد عمل کردن، برای اینکه در حقیقت ابتکار فشار به بایدن بر دوش اروپایی ها بودیم. آقای روحانی برمیگرده میگه بله امیدوارم اروپایی ها سیاسی کاری نکنن، یعنی در واقع ایشون معتقده که هر جا جا بزنن و به جمهوری اسلامی امتیاز بدن این سیاسی کاری نیست. ولی در مقابل های مهندس، شما ملاحظه کنید در طول مدتی که برجام گذشته، حالا دونه دونه داره فاش میشه که اینا خیلی از تعهدات رو زیر پا گذاشتن. بنابراین واقعا نمیدونم چی کار باید کرد که اروپا دست از امیدش به این رژیم برداره. یه روز دیگه باز یه حسن میاد جای حسین، میاد جای حسن، آقایون میگن انشالله گربه است، باز یه 4 سال دیگه ملت ما گرفتار این بازی ها باید باشن. واقعا آقای مهندس، به عنوان یه انسانی که دیر سالی عمره تو در سیاست و مبارزه گذروندی، چه کار باید کرد؟ ایرانی ها باید چه کار بکنن؟ چه در خارج و چه در داخل ایران؟ که این ذهن کودن غرب رو متوجه حقیقتی بکنن که این رژیم دنبال بمبه و این رژیم دستوردار نیست از این بمب. بله، پیشنهاد من در چند مصاحبه به ایرانیان عزیز این بوده که اونهایی که در اروپا هستن در هر شهری به نماینده های خودشون بنویسن و فشار بیارن، به مجالس کشورشون فشار بیارن، به سیاستمدارها نامه بنویسن. در آمریکا هم همینطور. درسته که این نامه ها شاید اثر تعیین کننده ای نداشته باشه، ولی عامل فشار زیادی است و حداقل اونها رو به فکر وامی داره. همینطور تمکین کردن به کارهایی که اینا میکنن در شأن ما ایرانی ها نیست. بدون مقاومت از این قضیه گذشتن و مقاومت ممکن است که اینها رو به تجدید نظر وادارد. البته این رو باید گفت که اروپایی ها ارتباطشون با آقای بایدن براشون بسیار مهمه، به خصوص بعد از روابط نچندان خوبی که با ترامپ داشتن، و آقای بایدن عزم جزم کرده و اینطور به اروپایی ها تفهیم میکنه که میخواهد با ایران بر سر میز مذاکره بشینه. اگر آقای بایدن سیاست سخت تری پیش بگیره، اروپایی ها هم به علت اهمیتی که به رابطه با آقای بایدن دارن تجدید نظر خواهند کرد. امیدوارم که ایرانی ها بتوانند در جاهایی که هستن اثر بگذارن. ما هم در شورای مدیریت گذار مشغولیم که تا اونجایی که میتونیم اثر گذاری کنیم، هرچند که امید زیادی نداره. آقای مهندس، من اینو از دکتر سازگارم پرسیدم و همینطور مهران عزیز، سوالم اینه که برای انتخابات آینده که حالا رژیم یه بازی پس پرده تدارک دیده، بعضیا میگن آقای خامنه‌ای در صدد یکی از بره‌هاشو بفرسته که در واقع شاخ غولم زیر پوستش پنهانه، یا یکی از تندروهاشو بیاره از سپاه و غیره، اولا شما چی فکر میکنید؟ بعد چه تدارکی دیدید برای مقابله با این انتخابات و مثبت کردن تحریم به یه معنایی که واقعا آشکار بشه و پیدا بشه در چشم جهان که مردم نرفتن؟
مردم در انتخابات مجلس نرفتن، ولی انگار جهانیان این خیالش نبود. ولی ریاست جمهوری خب فرق میکنه. بله، ما یک کمپین سراسری به کمک بقیه اپوزیسیون و با همکاری اونها میخواییم بگذاریم که نه با انتخاب، نه به انتخابات و نه به جمهوری اسلامی یک معنی رو بده و مردم رو تشویق کنیم که این نه رو بگن و در انتخابات شرکت نکنن. هر نوع رفتن در صف انتظار رأی با هر نیتی مصادره خواهد شد به نفع کسانی که با این نظام بیعت میکنند و اختلاف سیاست ها اثری نخواهد گذاشت. این فقط خلوت شدن پای صندوق های رأیه که توجه خارجی ها رو جلب خواهد کرد و در داخل هم تزلزل به ارکان این نظام خواهد افکند. اون روز باید مردم در خانه بشینند و پای صندوق رأی نرن. ما در صدر تدارک چنین کمپینی هستیم و میخواییم با همکاری با همه نیروهای سیاسی این کار بشه. مشغول مذاکره ایم و امیدواریم که حداقل در این مورد اپوزیسیون اتحاد خودش رو حفظ کنه و یک صدا عمل کنه. چون در این حال های مهندس مشاهده میکنید که لابی رژیم در آمریکا و اروپا به شدت راه افتاده. یعنی حالا دختر آقا جوادم رفته توی وزارت خارجه آمریکا و نمونه های دیگر، اینا به شدت دارن فعالیت میکنن. چند روز قبل منو به یک جلسه اینترنتی دعوت کردم و رفتم اونجا. یکی از کارشناسان عرب بود، یه نفر ترک بود و یک اروپایی و یک امریکایی، و خیلی بر من جالب بود. کسی که به عنوان آمریکایی اومده بود، یکی از همین ایرانیان آمریکایی شده است و چنان دفاعی از رژیم جمهوری اسلامی میکرد، من خجالت کشیدم. یعنی وسط اونجا یک همون کارشناس عرب سوال کرد: شما خانم ایرانی هستی یا آمریکایی؟ از زبان کی داری شما صحبت میکنی؟ پس جواب ملتتو چی میدی که هر روز دارن میکشن، اعدام میکنن؟ یعنی واقعا برای من خیلی عجیب بود که اینا خیلی رژیم داره پول خرج میکنه. این حضوری که در دانشگاه ها دارن، میان سنداج بیرون میدن، میان نمیدونم آمار میگیرن، میگن 90% مردم با این رژیم هست. واقعا به نظرم یه کاری هم باید با اینا کرده های مهندس. بله، متاسفانه کاسه داغتر از آش زیاده و عده‌ای هستن که به علت یا منافعی که دارن یا موقعیت که رژیم بایدن به اونها میده. در حقیقت ادمنستریشن بایدن دائما کسانی رو که با این نظام نزدیکن جذب میکنه و این بیشتر این نوع جوانان و این نوع ایرانی ها رو تشویق میکنه که این کار رو بکنن. اینا باید بدانن که جوابگوی ملت ایران خواهند بود. ملت ایران در اکثریت قاطع خودش از این نظام روی برتافته و در این انتخابات هم خواهیم دید علی‌رغم همه این ترفندها، فقط با تقلب بزرگه که اون هم رسوا خواهد شد که اینا خواهند توانست درصد آرا رو به مقدار بالایی ببرند و اونی رو که میخوان از صندوق در بیارن. ولی خب من فکر میکنم که ملت دست اینها رو خوندن و این بازی بد و بدتر رو کنار گذاشتن. حداقل امید ما اینه و در این راه میکوشیم و امیدواریم ملت با ما همراه باشه. آقای مهندس، شما گاهی، من یادم صحبتهایی که میکردین و بحثایی که بودیم در خدمتتون، بحث بر سر این بود که واقعا روس‌ها هم باید یه نوع چون به هر حال روس‌ها سیاستشون خیلی موثره و شب همین جلسه که داشتن قرار بود که کارشناسان بشن نظر بدن، دولت روسیه به سختی به آمریکا هشدار داد و به اروپایی‌ها که این اقدامی که دارن میکنن این اقدام خطرناکی است. حالا میخوام یا نقش روسیه رو الان شما چگونه میبینید؟ آیا واقعا روس‌ها به خاطر نفوذی که در ایران تصمیمش رو گرفتن با این رژیم باشن تا آخر؟ چون در انقلاب روس‌ها آخرین دولتی بودن که علیه شاه اومدن تو میدون. الان چه جوری شما فکر میکنید روس‌ها رو به چیکار باید باشون کرد؟
بله من فکر میکنم که روس‌ها اولا تصمیمشون اینه که متحد استراتژیک نظامی که آینده‌شو نمیدونن نباشه. فقط بله فقط مورد به مورد هر جایی که نفعشونه. شما میبینید که عربستان سعودی تا میبینه که آقای بایدن حوثی‌ها رو تحریم کرد و بن سلمان رو گفت که مسئول قتل قاشقچی است به سمت روسیه میرن. روسیه جایی شده که در حقیقت هر کسی با رئیس جمهور آمریکا مسئله داره اون رو به عنوان اهرم فشار استفاده میکنه. خب در این مورد استفاده زیادی روس‌ها و پوتین میکنه از این قضیه، ولی نه با عربستان سعودی و نه با ایران قصد نزدیکی بیش از حد رو نداره. به خاطر اینکه اینو در نظر داشته باشید بمب اتمی ایران بر آمریکا خطرناک نیست، ولی بیخ گوش روسیه است. برای روسیه یک خطر استراتژیک و به هم خوردن تعادل در منطقه است. بنابراین نه جنگ و نه مذاکره حالت ایدئالی برای روسیه است. من فکر میکنم که روس‌ها به شدت از اینکه جمهوری اسلامی به بمب اتمی دست پیدا کنه باش مخالفند، اما موافقن که این حالت تعلیق یعنی نه جنگ و نه مذاکره در 4 سال پیش روی بایدن هم ادامه پیدا کنه و آمریکایی ها همچنان در گل بمانند و روسیه از این وضعیت منتفع بشه. در این حال در تایید حرف شما باید بگم یه نمونهش موضع روس‌ها در سوریه، یعنی قشنگ اسرائیل میاد جمهوری اسلامی رو میزنه، یا حتی آمریکا اومد در مرز عراق و سوریه در بوکمال دار و دسته‌های وابسته به جمهوری اسلامی زد و روس‌ها هیچ اعتراضی نکرده. یعنی در واقع اونجا میبینیم که روس‌ها همونطور که شما گفتید مصلحت استراتژیشون ایجاب میکنه که جمهوری اسلامی در اونجا گسترش پیدا نکنه، نفوذ نداشته باشه. شما اونجا میبینید، همچنین میبینید که روسا تا اونجایی که ممکنه خواستن که تعادل بین ترکیه و عربستان سعودی و ایران رو نگه دارن و مثلا در اختلافات که با ترکیه الان پیش اومده روسا نه قدمی پیش گذاشتن و نه از یکی از طرفین حمایت کردن. روسیه یک دستگاه بوروکراتیک سیاسی قدیمی داره، سنت قدیمی سیاسی داره و در این نوع بازی ها ماهره. به قدری ماهره که اغلب ما ایرانی ها از این که اونها در سرنوشت ما دخالت داشته باشن واهمه داریم، برای اینکه خاطرات خوشی از دخالتشون نداره. کاملا. و شما درباره ترکیه چه فکر میکنید؟ یه مدت اینا خیلی با جمهوری اسلامی نزدیک شدن، حالا میبینیم در عراق سفیر ایران آقای مسجدی و سفیر ترکیه عملا علیه هم حرف میزنن و دولت عراق علیه هر دوشون. ماجرای آذربایجان هم بود. شما فکر میکنید الان رابطه اینا با ترکیه در چه شرایطی؟ خب ببینید در کردستان عراق بارزانی ها با ترکیه نزدیکن، در این حال میخوان رابطه با ایران هم حفظ بشه. جاهایی که منافع بر علیه همه در عراق زیاده. ترکیه در طمع این رو داره که از نفت موصل و کرکوک در آینده بهره‌مند باشه یا به قیمت ترجیحی به اونها دسترسی داشته باشه و این با جهانگشایی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در تضاد. بنابراین در سوریه هم همینطور اختلاف منافع بزرگی دارد، به خصوص در مناطق کردنشینش. ایران کردهای پکاکا رو یک نوع متحد خودش در سوریه میبینه و اونها دشمن خودشون میبینه. بنابراین عوامل اختلاف خیلی زیاده، ولی در این حال ایران و ترکیه هر نظامی که در این دو بر سر کار باشه به نوعی هم از لحاظ فرهنگی و هم از لحاظ اقتصادی به هم وابستند و سعی خواهند کرد که یک نوعی با هم مماشات. در واقع یک نوع همونطور که گفتید مماشات در قضایای جلو هم ایستادن، ولی نه تا مرحله برخورد و در قضایای دیگه همراهی با هم کردن. مثلا یکی از مواردش که بر من جالبه حمایت ترک‌ها از اخوان المسلمینه و اینکه جمهوری اسلامی هم اخیراً با اخوان المسلمین نزدیک شده.
یه شعبهشون طالبان که میبینیم چطور تراخشکش میکنن و بیانو میبرن. و همینطور از راه قطر با مجموعه اخوان مصر رو یا از راه ترکیه با اون هم در ارتباط. کاملا حرفتون درسته. خب حالا برسیم آقای مهندس به سیاست خود آلمان. خانم مرکل از کسانی بود که در گذشته خیلی سیاست آشکار و روشن و واضحی داشت در مورد جمهوری اسلامی هم همینطور. ولی اخیراً من خانم مرکل رو در یک حالت مثل عقب نشینی می‌بینم. آیا بخاطر اینکه داره میره و میخواد بحرانی نباشه در روابطش با جمهوری اسلامی یا با سایر جای دیگه، یا نه واقعا خسته شده و پیری در سیاست زود سراغش اومده؟ من فکر میکنم علاوه بر اینها آقای مکرون قصد دخالت در این سیاست رو داره به خاطر یک رقابت قدیمی که با آمریکا در سیاست اروپاییش داره و خانم مرکل اتحاد با فرانسه و ایتالیا رو به عنوان دو کشور بزرگ اقتصادی عضو اتحادیه اروپا به خاطر در حقیقت متجانس بودن و متجانس ماندن در اتحادیه اروپا خیلی بهش ارزش قائله. فکر میکنم که اگر آقای مکرون چنین داوطلب نبود که یک نقش فعالی در این قضیه داشته باشه، خانم مرکل همچنان به حقوق بشر به اندازه زیادی احترام قائله و میشد که در حقیقت او رو تشویق کرد که سیاست‌های تندتری و روی جمهوری اسلامی بر جمهوری اسلامی اعمال کنه. ولی متاسفانه سیاست فرانسه در جهتی است که خونسا میکنه این قضیه. در حالی که اگه یادتون باشه ما وقتی آقای مرکل اومد خیلی امید داشتیم بهش، یک دولت مرد جوان با اندیشه ها و آرزوهای بسیار. بله حضورتون عرض کنم که نکته دیگری که باز به نظرم میرسه حتما مردم ما علاقه مندن به این مسئله، مسئله کروناست. وضع آلمان الان چطوره؟ شما یه وقتی بهترین گزارش ها رو میدادید که آلمان چطور موفق شد جلوش رو بگیره. رستوران ها باز بود، کافه ها باز بود، مردم به نوعی زندگی عادیشون رو ادامه میداد. ولی ظاهرا الان وضع فرق کرده. فقط الان ایران که اصلا وحشتناکه، در خوزستان 2000 تست مثبت در یک روز و 70% قربانیان در کمتر 24 ساعت. وضع آلمان چطوره آقای مهندس؟ وضع آلمان در حقیقت دچار فراز و نشیبه. چند هفته‌ای بالای 100 میره اندکس و بعد زیر 50. فعلا در وضع خطرناکی نیست ولی پیش بینی میکنن که به وضع خطرناکی خواهد رسید و دائما در تلاش اینن که بتوانن در طول زمان پخش کنن و بیمارستان ها کافی باشه. آلمان با مسئله بزرگی که مواجهه به اندازه کافی در حقیقت واکسن در اختیار نداره و توانسته فقط سنین بسیار بالا رو واکسینه کنه و تعداد زیادی رو نتونسته واکسینه بکنه. با تمام قوا در صدده که از هر جای جهان که ممکنه بخره ولی ظاهرا خیلی موفق نبوده. حالا این به خاطر ناکارآمدی حکومت بوده یا رقابت‌های ناسیونالیستی که در صحنه جهان هست، من دقیقا متخصص این کار نیستم، ولی به هر صورت خودشون خیلی گله دارن که واکسن ندارن. البته اینجا مردم گله دارن به خاطر اینکه خیلی کافه ها تعطیلن. اخیرا مثلا سلمانی ها باز شدن. مردم میپرسن که این چه استدلالیست که سلمانی باز بشه ولی مثلا کافه ها و رستوران ها باز نباشن. منطقی رو که پشت این چیزها هست درک نمی کنن و عده زیادی ناراضی وجود دارن. خب آقای مهندس زمینی درنگ کوتاهی بکنیم و برگردیم خدمتتون. حالا که مسئله حقوق بشر قبل از این موضوع مطرح کردیم یه خودم به این مسئله بپردازیم در سرزمینمون. با ما باشید با رشید بهبودوف.
با درود دوباره خدمت شما علی آقا، از من پرسید چرا دیگه از اینا نمیان؟ من به یک مصاحبه امیر همایون خرم عزیز یادش بخیر که مجله فردوسی امروز عباس پهلوان نازنین چاپش کرده، باز چاپش. پدر اون ازش سوال میکنه چرا؟ میگه آقا چی میخوای؟ تو این مدت وقتی که صداها رو بستن و همه خفه شدن چی منظورت؟ میخوای چیکار بکنی؟ من الان برگردم دوباره همون بچه 14 ساله میشم، میرم شاگرد سبا میشم، سبا کوم. و درد و احوال اهل موسیقی همه جای جهانه، سرسری گرفتن و یه مش همین دلنگ دلونگ. یه خواننده‌ای که مثلا خواننده است اومده یه ویدیو کلیپ درست کرده، یه خانم بازیگر نقش جنسی رم پورن آرتیست رو تو فیلمش آورده که مثلا 2 میلیون 5 میلیون هم تموم شد. تو باید 2 سال دیگه از این خبری اصلا نیست، ولی تو ای پری کجایی 1000 سال نیم یا مثل نقشه بیفوت. خب آقای مهندس برگردیم به گپ و گفت خودمون. امیدوارم من زیاده روی نکرد بشم، شما هم تصدیق دارید که درسر خونم. علی نوری رو یک آزاده مبارز هست، اهل آذربایجان، در سالروز در ویروز زبان مادری گرفتن و به تیمارستان امیرآباد فرستن. بلایی که سر محجوبی اومد نگران کننده، سری نمیاد. بعد حرفای خانم نرگس محمدی تکون دهنده بود که در زندان با اونا چه میکنن و تعرض جنسی فقط نیست که یکی تجاوز بکنه، خانوما رو میبرن تو استخری که برادران پاسدار لغ شدن پیدن توش و از این نوع. و اون که میشنویم که به خانم هنگامه شهیدی پیشنهاد میکنه بازجو که به زن من بشه تو من آزاده، چه میگذره آقای مهندس؟ این خامنه چی کار داره میکنه؟ بله ببینید، وضعیت حقوق بشر به قدری وخیمه که اصولا وقتی میخواییم بیاییم در چنین مصاحبه هایی نمیدونیم از کجا شروع کنیم و چه چیز رو بگیم. آیا از اونهایی شروع کنیم که در زندان ها هستن؟ آیا از کسانی شروع کنیم که فوج در سیستان و کولبران کردستان و بقیه جهان میمیرن؟ آیا از تبعیض‌های نهادینه در جامعه بگیم؟ چه چیزی رو باید بگیم واقعا؟ آخه جامعه‌ای که هیچ جاش در حقیقت با هیچ چیز جهان مدرن در تناسب نیست، از کجاش میشه؟ در حقیقت اینا اگر نرند آقای دکتر نوریزاده، هیچ چیزی خوب نخواهد شد. من بر این عقیده استوارم که مردم راهشون رو از اینها جدا کرد. اکثریت قریب به اتفاقی اینها رو مانع زندگی و پیشرفت خودشون میدونند و راه چاره ای ندارند، برای اینکه نمیدونن باید چیکار کنن تا دفع شر اینها از ایران بشه. باید همت کرد. ببینید چه آقای بایدن باشه چه آقای ترامپ، همه اینا میخوان با جمهوری اسلامی بسازن برای اینکه منافع کشور آمریکا رو میخوان و اونجا انتخاب شدن. این مایی منافعمون در خطره و باید همت کنیم. این همه رصد کردن سیاست خارجی به چه درد ما میخوره؟ از اینها بسیار مهمتر اینه که مردم ایران همت کنن و بخواهن سرنوشت خودشون رو در دستشون بگیرن. نگفتن به این انتخابات یک قدم اساسی در سرنگونی این نظام است. این نظام نخواهد ماند. امروز و فردا خواهد رفت. مهم اینه که ما زنده باشیم، ما پابرجا باشیم، ما نشاط داشته باشیم، ما امید داشته باشیم و با اینها ایران نرود. ایران نخواهد رفت، ایران خواهد ماند و مردم ما به تدریج امیدوار خواهند شد. امیدوارم این دوره بحرانی رو که نمیدانن چه کنن و در تحیر ماندن، این دوره حیرت و تحیر رو به سر کنن، یک اقدام قاطع در حقیقت اتخاذ کنن و بدانن که اپوزیسیون هیچ ملتی از کره ما نمیاد و هیچ جای دنیا هم بی عیب و نقص نیست. همین هایی رو که دارید رجال آینده ایران از بین اینها خواهد.
بنابراین سعی کنید به اینها اطمینان کنید، با اینها همراه باشید. من خودمون رو نمیگم، هر کیو میخواهید انتخاب کنید، ولی انتخاب کنید. انتخاب بد به موقع بسیار از انتخاب نکردن و به امروز و فردا واگذار کردن بدتره. فرصت‌های حفظ یک تمدن بزرگ رو از دست میدید. اعتماد کنید، اعتماد کنید به خودتون، اعتماد کنید و به فرزندان ایران اعتماد کنید. بدون این همه چیز از دست خواهد. آقای مهندس، شورای مدیریت گذار در بیرون میدونید، در داخل کشور شما تا چه حد موفق شدید که ارتباط با نیروهای داخل داشته باشید و نیروهای داخل رو در همین زمینه تشویق؟ چون واقعا ببینید، چون به مردم نگاه میکنه، اشاره درستی کردید، واقعا این نظام چند سال دیگه بمونه هیچ ایرانی باقی نمونه، چیزی باقی نمونه، و الان زمانشه. خب آرش گنجی مترجم این تبدیل به ترتون به 11 سال، چرا باید این عمر نازنینش رو پر از استعداد در زندان بگذارید؟ اینه که دارم میگم، شما اگر ارتباطی دارید، نزدیک هستید، ارتباط برقرار کردید، آیا واقعا زمان یک فراخوان فرار نرسیده؟ آقای مهندس تا کی باید صبر بکنیم؟ یعنی اینی که شما میگید انتخابات رو تحریم بکنیم، بایکوت بکنیم، این یک مقدمه میخواد، یک کمپینی میخواد، باید آماده بشیم برای اون روزی که بنده یک تلویزیون اینجا داریم تمام کارمون همین بشه و دیگران هم همین روز و شب. معتقدم این کمپین باید هرچه زودتر شروع بشه. کی شما تدارک دیدید برای این کار و اینکه این کمپین بزرگ را بیاد؟ بله، کمپین شروع میشه. در حد کمپین خوشبختانه رشد به جایی رسیده که همکاری میکنن و همکاری خواهند کرد با هم. مشکل اینجاست که وقتی میخواییم یک دستگاهی درست کنیم که یک ساز بزنه و یک صدا ازش در بیاد، خودخواهی ما ایرانیان در حقیقت اجازه نمیده. هر کس ساز خودش رو بزنه، تک نواز باشه، و این که عنصری از یک ارکستر هم نواز باشه و کمی رول شخصی خودش رو در سایه رول دیگران تعدیل بکنه، در ما ایرانیان متاسفانه وجود نداره. ما جلسات متعددی داشتیم با عزیزانی که از ایران هستن. اشکال کار این منم هاست، فقط مخصوص اونا نیست، در خارج هم همینه. و متاسفانه حاضر نیستیم یک کمی مهلت بدیم که دیگران هم مطرح بشن، دیگران هم خودشون رو عرضه کنن، دیگران هم همکاری کنن. واقعا یک بیماری تاریخی است و امیدوارم که وخامت اوضاع ما رو هوشیار کنه و غلبه کنیم بر این خودخواهی تاریخی. هر کس میگوید من نوشتم، من گفتم، من پیش بینی کردم، من چنان خواهم کرد، من چنین خواهم کرد. آخه اینطوری که نمیشه. به فرمان هیچ کدام از شماها و ماها هیچ کسی نیومده. مردم در بلوچستان نه از شما حرف شنیدن، نه از بنده، نه از کس دیگری. بله، ضرورت زندگی بود که اونها رو به خیابان کشون. بنابراین بیاییم از اینها بیاموزیم، بیاییم یاد بگیریم که مدل آینده مدل خمینی و رضا شاه نخواهد بود. مدلی است که این قهرمانان میدانی درشون رولشون بسیار مهمتر خواهد بود از کسانی که قبقبه و کپکبه بزرگی دارند و فکر میکنند که دنیا بر محور اونها میچرخه. تواضع رو باید ماها بیاموزیم جناب دکتر نوری‌زاده. چاره ای جز این نیست. آقای مهندس، به عنوان پسر یک مرجع بزرگ برجسته که رژیم عملا او رو به مرگ محکوم کرد، متاسفانه با این مراجع که امروز در قوم هستن واقعا ملت نومیدن از مرجعیت به معنی بود. تو این شرایط پاپ به عراق می و قرار دیداری با آقای سیستانی داشته باشه. الان فرصت هست. شما پیامی که برای آقای سیستانی دارید چیست؟ به هر حال ایشون یه ایرانیست و تا حالا یک کلمه راجع به ایران اظهار نظر نکرده. مرجع اعلام هست. چه حرفی با آقای سیستانی داری؟ بله، ببینید، آقای سیستانی تا موقعی که وضع عراق طوری بود که اگر حرف میزد اونجا به خطر میافتاد، برای بنده قابل فهم بود احتیاط شد.
اما الان به تدریج عراق یک نظم و ترتیبی پیدا میکنه و جمهوری اسلامی هم اونجا ضعیف شده. توقع همون مردم سیستانی که ایشون منتسب به اونجاست به امروز قتل عام میشن، حداقل اینه که به اندازه مولوی عبدالحمید هم اون مردم رو بخورن و پیام بدن و از جمهوری اسلامی بخوان، حالا پاپ نیامده که میتونن بخوان که دست از این کشتار بکشه. این توقع به حقیست. اگر مراجع ما در حقیقت حامی مردم نباشند، مردم چرا باید اونها رو بر فرق خودشون بنشانند و چرا باید دنبال اونها برن؟ مردم دیوار محکمی در اینجور مواقع میخوان. آقای سیستانی نباید اسیر بیت و فرزندان خودشون باشند و باید استقلال خودشون رو نشون بدن. اگر پاپ آمد و به ایشان هم گفتند که دین اسلام و دین مسیحیت میتواند به مسالمت با هم زندگی کنه، شما در عراق میتوانید کلیساهای خودتون رو داشته باشید و ما در روم مساجد خودمون رو، ولی سعی کنیم دست به دست هم بدیم که این اسلام افراطی که دنیا رو با آتش کشیده تبدیل بشه به یک اسلام سازگار با تمدن جدید. حتما پیام خوبی خواهد بود و نسبت به ایران هم احتیاج به پاپ نیست، خود ایشون نفوذشون زیاده. اگر اراده کنند و فقط حمایت کنند از مردم سیستان و بلوچستان در قدم اول، چون الان موضوعی است که خیلی حاده با توجه به انتصابی ایشون به سیستان دارن، حتما حکومت مجبور خواهد شد که این سیاست خشن خودش رو تعدیل کنه و بیش از این مردم بینوا و محروم سیستان و بلوچستان رو از بین نبره. مهندس عزیزم، اینو در مورد آقای سیستانی به آقایون علمای ازام در قم چه میگویید؟ چرا سکوت کردن؟ آقای وحید خراسانی چرا سکوت کرد؟ آقای شوبری و دیگران. حالا ناصر ابوالمکارم که دنبال شکر فروشی است. ولی بقیه که شما میشناختید و اینه یه موقعی صدای مردم بودن. آخه این سکوت چیه؟ معنیش چیه؟ آیا فقط منتفع شدن از درآمد؟ از چی آقای مانده؟ ببینید مقداری خب حتما درآمد نقش داره، ولی بیش از اون منازلشون تحت تصرف اوباش سپاه، پای درساشون طلبه های چماق به دست نشستن و اینها رو ترس و زبونی فرا گرفت. چقدر خوب بود که مقداری شهامت پیدا میکردن و این دینی را که جمهوری اسلامی به جایی کشونده که افراد بسیار مؤمن رو من میشناسم که دچار تردید شدن و واجبات دین خودشون رو کنار گذاشتن، حداقل میگفتن که شما شناختتون نسبت به ما غلط بوده و ما به موقع اقدام خواهیم کرد. هیچ صدایی از اینها نیست. اگر اینها مرده بودن شاید نقششون موثرتر از این بود که الان در این کره خاکی هستن. واقعا من از همه اینها ناامیدم و هیچ امیدی به حوزه قم ندارم. به این دلیل آقای سیستانی رو میگم که ایشون تحت چنین فشارهایی نیست و این عذر رو نداره. چرا اقدام نمی کنه من هم نمیدونم. این نکته به شخ یادم نمیره آقای مهندس. مرحوم پدر شما اعتباری داشت که مهر آقای گلپایگانی و آقای مرشی دست ایشون بود، یعنی در واقع ایشون حق داشت از جانب اون دوتا هم اعلامیه بده. بیانیه سگانه که از قوم که اومد، مراجع سگانه رو پدر شما تنظیم میکرد و اونجا می بعد در قوم مراجع دیگری هم داشتیم، خب بیت حائری بود در اونجا، اعتباری داشت، منزلت روحانی بود که منزلتی داشت، در تهران علمای برجسته‌ای داشتیم و واقعا باید گفت این رژیم نابود کرد شیعه و مرجعیت رو. کی الان هست که شما الان خودتون اشاره کردید، حالا اگه تو دفاترشون هم آدم گذاشته باشن، ولی اینا شرعا مسئولیتی دارن. سال پول از مردم میگیرن، بالاخره یه روزی هم باید بیان جای مردم دفاع کنن از مردم. بله متاسفانه زبونند و به شخصیت خودشون متکی نیستند. الان معلوم میشه که شخصی مانند پدر من نه به خاطر اینکه پدر من بود، همه حشمت خودش رو در
این انجام وظیفه خودش به یغما داد و تصمیم گرفت که باید در کنار مردم باشه، باید به وظایف خودش اقدام کنه. خب اینها هم مگه تافته جدا بافتن؟ اینها هم میتوانند همین اقدام رو بکنند. مگر بیت پدر من در محاصره اونها نبود؟ مگر مرحوم محمودی رو نکشته بودند؟ مگه بقیه رو تهدید به مرگ نکرده بودند؟ مگه من رو نمیخواستن ترور کنن؟ خب پدر من هم میتونست اینها رو عنوان کنه و ساکت بشینه و کاری نکنه دیگه. یا مرحوم عطالله یا دیگران، آخه یک کمی هم استقلال شخصیت لازمه، یک کمی هم این زبونی در حقیقت وهن به شخصیت ایناست، بعد شخصیت خودشون رو حفظ کنن. این چه معنی داره که در بیرونی اینها یک نفر بشینه و به اینا دستور بده که چه بکنید و چه نکنید، به کدوم استفتا جواب بدید و به کدوم استفتا جواب ندید؟ کار تا اینجاها کشیده. بله، حضور دست کنه های مهندس، یک نکته دیگه که به نظر من خیلی اهمیت داره، شما هم اشاره کردید که حتی انسان‌های متدین هم دیگه خوش کردن به مذهب. شما با جوانا که حرف میزنید این خیلی بده، یعنی در جامعه ما به خاطر حالا اعتقاداتی که ماها داشتیم، حالا پدرمون رسی بود، ولی به هر حال جامعه ما یه جامعه بود که مذهب هم بخشی از فرهنگ ما بود، در نچه حرمت میذاشتیم، در یه جاهایی کوتاه میمدیم، در یه جاهایی قدم بزرگ بر نمی داشتیم، یعنی به این معنا که مذهب برای ما یه جایگاه خاص داشت. بعد پدرمو که می دیدم خب به هر حال در منم تاثیر داشت، ولی الان حالت ضد مذهبی در جامعه ما در ابعاد عجیب غریبی شد. یعنی شما یه چیزایی می فهمید، مثلا مفهوم ازدواج به کلی از جامعه رفته، ازدواج سپید راحت هم میگن و هیچ هم ابایی ندارن مثل غرب. یا در موارد دیگه مثلا میزان مصرف مشروبات، مواد مخدر، روابط اخلاقی غیر منسجم و غیر درست. واقعا این رژیم قبول میکنید که کل ریشه مذهب رو زد و روحانیت که اصلا دیگه آبروی نداره؟ بله، خب ببینید، وقتی مذهب آلت دست حکومت بشه و اسیر حکومت بشه و ساختار مذهبی حوزه ها شعبه‌ای از حکومت بشن و نانخور اونها بشن، دیگه احترامی براشون نمیمونه. و حکومتی که اکثریت مردم پشت پیش کردن، از لحاظ فرهنگی خودش رو جدا کردن. مذهب اولا در جوامعی که نتونسته خودش رو با زمان وفق بده، خب به همین سرنوشت دچار شد. ولی در جوامعی که علاوه بر اینکه خودش رو وفق نداده، با ظلمی هم که به جامعه شده همساز شده، مثل فرانسه، یک ضد مذهبی بودن رادیکال تو اون جامعه به ارث مانده. شما فرانسه رو با آلمان مقایسه کنید، با انگلیس مقایسه کنید، در فرانسه یک روحیه ضد مذهبی و ضد کلیسایی افراطی وجود داره. این دستاورد خود کلیسای فرانسه است که با ظلم پادشاهان همراه شد و بر علیه مردم خودش با اونها در حقیقت تا آخر باقی موند. کشورهای دیگه کلیسا حساب خودش رو جدا کرد و همچنان محترم مونده. اینا باید پند روزگار روحانیون ما باشه که متاسفانه به همون پولی که در ازای شخصیتشون از این نظام میگیرن آنن و شکر میخرن و تجارت میکنن و خودشون رو بستن به نظامی که همه ایران از اون جدا شده. تا عاقبتشون چه باشد من نمیدونم. یک صحبتی آقای فدوی جانشین فرمانده کل سپاه کرده که پشت ها میلرزونه. ایشون گفته که شایسته است که نوعروسان فرزند آوری را در برنامه قطعی خود قرار دهند، زیرا در خطر قرار. این 80 میلیون جمعیت، 85 میلیون جمعیت برای آقایون کافی نیست، در خطر قرار داریم با بی‌آبی، با قحطی. آقای مهندس، اینا چی فکر میکنن؟ یعنی شما میتونید یه لحظه برای بینندگان ما بگید که فدوی نادان که این حرف رو میزنه، مثل ارباب کلش خمینی که اومد گفت بچه دار بشین،
یه بار جمعیت کشور دو برابر نیم کرد، اینا در چه فکری هستن که جمعیت رو زیاد کنن؟ بله خب آقای خامنه ای هم میگفت که باید در خطریم و باید 150 میلیون باشه جمعیت ایران. اینا گوشت دم توپ میخوان، اینا عده‌ای رو میخوان که تأمین نکنن، از گرسنگی بمیرن، بعد اونا رو بیارن در بسیج، در سپاه، در لشکر فاطمیون، اینور اونور یک قوت لایموتی بدن و خانواده در حقیقت فرزندان خودش رو به این کاروان مرگ بسپارد تا اینکه از امتیازات جزئی برخوردار بشه. خب اینا برای موندن احتیاج به این نیروهای مستأصلی دارن که به خاطر امر معاش تسلیم اونا شدن. شما میدانید همه حساب اینها روی این پایه نادان و عوام و از لحاظ اقتصادی رنجوره و این جمعیت زیاد میخواد، حساب اینا اینه. ولی بعضی موقعا برعکس میشه، بعضی موقعا این جمعیت به شورش های دست میزنه که وقتی جمعیت زیاد شد دیگه اینا مهار هم نخواهند توانست بکنن. واقعا من نمیدونم اینا خودشون رو چقدر موندگار میدونن، ولی حدس همه ما اینه که از عمر اینا دیگه زیاد باقی نمونده و این امید مردمه که آخرین نفسها رو بر اینها در حقیقت تنگ خواهد کرد. اگر مردم امیدوار باشند، اگر بر روی پای خودشون بایستند، اگر به وظایف خودشون عمل کنند، اینها ماندگار نخواهند بود و خیلی زود اثر و ترک خواهند کرد. در پایان یه سوال دیگه هم دارم، شما بهتر میتونید جواب بدید. اخیراً یک آمارگیری منتشر کرد روزنامه کیهان ولی فقیه، گفت 73% مردم از قانون مجلس برای لغو تحریم ها حمایت میکنن. به نقل از سوی دانشگاه مریلند، آمارگیری دانشگاه مریلند. حالا از شما سوال میکنم، آیا در آلمان هم دانشگاه ها قابل خریدن؟ یعنی همینجوری رژیم میتونه بیاد یه کرسی بذاره، 2 میلیون بده، 3 میلیون بده، یه دانشگاه رو بخره؟ تو آلمان چطوره؟ نه خیر، تو آلمان استقلال دانشگاه بسیار خوبه. دانشگاه با حکومت چنان همراهی ندارن و حکومت هم جرأت چنین دخالتی نداره. در آمریکا هم این نیست، در آمریکا لابی ها خوب کار میکنن و دانشگاه مریلند از جاهایی است که نایاک درش نفوذ زیادی داره و قابل پیش بینی بود که چنین چیزی. من البته نمیدونم آیا واقعا از دانشگاه مریلند یا این هم جلب شده از طریق کیهان، ولی اگر هم باشه میدونیم که اونجا خب حتی بعضی از اشخاص رو میشناسیم که اونجا کرسی های استادی دارن. بله. و با جمهوری اسلامی همکاری. بسیار ممنونم آقای مهندس، در حال که ما سیر نمیشیم ولی وقت ما رو مجال نمیده. بسیار ممنونم ازتون. یک جمله رو بگم جناب نوری‌زاده که مردم باید به آینده درخشانی که در انتظار ایرانه امیدوار باشن و هیچ بیم و ناامیدی به خودشون راه ندن. ما به این امید احتیاج داریم. با کمال میل بنده این پیام رو دوباره میرسونم و 3 بار و 10 باره، برای اینکه امید رو اگه از ما بگیرن ما ملت مرده ای خواهیم. با امید رژیم جهل و جور و فساد خیلی ضعیف‌تر از اون که ما فکر. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشتیم. به اتفاق آقای مهندس حسن شریعت مدادی، دبیر کل شورای گذار، همه شما را تا دیدار بعدی به پروردگار عاشق می‌سپارم.